رکورد بدترین اکران نوروزی تاریخ سینمای ایران شکست. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. سینمای ایران پس از شکل‌گیری خیزش زن زندگی آزادی دچار رکودی سنگین شد و در کنار آن تورم و گرانی باعث شد حتی بلیط‌های شناور 20 تا 60 هزار تومانی هم نتواند شهروندان زیادی را به حضور در سالن سینما ترغیب کند. در این شرایط مسئولان سینمایی انتظار داشتند اکران نوروزی بتواند باعث نجات سینمای جمهوری اسلامی شود. اکنون در حالی که دو هفته از اکران نوروزی سینماها در ایران گذشته، پر مخاطب ترین فیلم کمتر از 150 هزار تماشاگر داشته است. رقمی که باعث شد رکورد بدترین اکران نوروزی که مربوط به سالهای جنگ بود در بهار 1402 شکسته شود. در این برنامه از دیدگاه دلایل کاهش مخاطبان سینما و شکسته شدن رکورد بدترین اکران نوروزی تاریخ سینمای ایران رو با علی مصلح، منتقد سینما و روزنامه‌نگار بررسی می‌کنیم. آقای مصلح، برادران لیلا مجوز پخش در سینماهای ایران رو نگرفت، ولی پخشش در فضای مجازی دیدیم که با استقبال گسترده‌ای روبرو شد و بازتاب‌های زیادی هم داشتش. در مقابل هم می‌بینیم الان دو هفته از اکران فیلم‌های نوروزی در سینماهای کشور می‌گذره که رکورد بدترین اکران نوروزی رو شکسته. دلیلش چه هست؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین. ببینید، به نظر من این نتیجه بلافصل اتفاقاتیه که در نیمه دوم سال 1401 در ایران افتاد، یعنی همین اعتراض‌های سراسری یا خیزش انقلابی، هر عنوانی که برش بذاریم، تأثیر مستقیم روی گیشه سینما ایران و مخاطب سینما ایران گذاشت. فکر می‌کنم دلیلش اینه که به هر حال بخش مهمی از بدنه سینما ایران همراهی کردن با این اعتراض‌ها و این با سرکوب حکومت در واقع طرف شد. حالا از ممنوع کار کردن، ممنوع معامله کردن، ممنوع خروج کردن، حتی احضار و بازداشت و ادامه‌اش رو هم ما در تحریم جشنواره فجر دیدیم که هیچ چهره شناخته شده ای شرکت نکرد توی این جشنواره. به همین دلیل من فکر می‌کنم اون حبابی که درباره مردمی بودن سینمای ایران وجود داشت ترکید و یک بخشی از مخاطبین همیشگی سینما ناگهان به خودشون اومدن و متوجه شدن که این سینمایی که حتی دست‌اندرکاران مشهورش هم دیگه در واقع بهش روی خوش نشون نمیدن و به شدت از وضعیت امروز جامعه عقب افتاده، تحت تأثیر در واقع کنترل همیشگی دولت. من فکر میکنم که این مهمترین عاملیه که باعث چنین اتفاقی شده و البته باید این رو هم گوشزد کنیم که ریزش مخاطب سینما ایران یک روند 14 دهه‌ای بوده، به خصوص در دهه 90 خیلی اوج گرفت، با شیوع و همه‌گیری کرونا در واقع وارد مرحله جدیدی شد و بعد هم این اعتراض‌ها باعث شد که کاملا ارتباط مخاطب، همون مخاطب باقی مونده با سینما ایران هم قطع بشه. سینما ایران 40 سالی که تحت سانسور و کنترل دولت بوده، ولی باز هم شاهد چنین ریزش مخاطبی نبودیم تا به امروز. الان چه اتفاقی افتاده که این ریزش بی سابقه را شاهد هستیم؟ ببینید، بجز مسئله خود در واقع تأثیر آنی اعتراض ها و اون نکاتی که عرض کردم، واقعیتش اینه که سینما ایران در این 14 دهه داشته تصویر دروغین ارائه میداده از جامعه ایران. حتی در انتقاد ترین آثار هم ما می‌دیدیم که مثلا مسئله حجاب رو به یک امر، حجاب اجباری رو به یک امر پذیرفته شده تبدیل کرده بود. حتی فیلمسازان شاخص مثل عباس کیارستمی مثلا نقل قول مشهوری است، میگفت من هیچ وقت زن و مرد محرم رو در خانه کنار هم نشون نمیدم چون این با واقعیت در تضاده. ولی یه بخشش این بود، یه بخش دیگه اینه که تحت تاثیر هوشمند شدن سانسور در سینما، هی اون ور انتقادی و وجه اجتماعی ماجرا تضعیف شد و سینمای ایدئولوژیک و سفارشی و از طرف دیگه سینمای عامه پسند خونسا جاش رو گرفت و ما دیدیم که در دهه 90 بجز یک دو سال فیلم‌های کمدی کاملا گیشه رو در دست گرفتن. این کنترل دولتی سینمای ایران رو عقیم کرد کاملا و زندگی و تصویر واقعی جامعه رو ازش حذف کرد و تبدیلش کرد به یک فضای آکواری
اینطور که اصلا نسبتی با اون اقیانوس متنوع و گسترده نداشت. بنابراین این ریزش تدریجی به همین دلیل بود. اون قسمت سرگرمی سازی هم چندان در واقع با مخاطبی که دیگه با جهان از طریق ماهواره و اینترنت ارتباط برقرار کرده بود جذابیت چندانی نداشت و به همین دلیله که ما میبینیم که در واقع یک اقلیتی و تعداد اندکی از مردم که شاید سرگرمی دیگه ای ندارن یا همچنان سینما براشون جذابه برای در واقع این تولیدات باقی مونده و همین هم رو به کاهشه. بحث‌های زیادی هم در رابطه با قیمت بلیت سینما شده. این موضوع چقدر بر کاهش مخاطب تأثیر داشته؟ بله ببینید، سلیقه در واقع مخاطب رفت به سمتی که فیلم‌ها رو در سالن‌های جدید و مدرن ببینه و شما نگاه بکنید در همین چند سال اخیر هر سال حداقل 50% قیمت بلیت اضافه شده. الان در پردیس‌های سینمایی در سال 1402 قیمت بلیت به 60,000 تومان رسیده. شما تصور کنید یک خانواده 4 نفره اگر بخواد بره سینما، با وجودی که میگن سرگرمی ارزانیه، ولی در واقع بهایی که باید بپردازه با اون مخلفات کنارش شاید مثلا به حدود 1,000,000 تومان برسه. و شما الان وضعیت اقتصادی جامعه رو ببینید، سطح دستمزدها رو ببینید، افزایش وحشتناک تورم و هزینه‌های ضروری‌تر رو ببینید. اینها همه دست به دست هم میده که مدام سینما از سبد قشر بیشتری در واقع خارج بشه، از سبد نیازهاش. منتها این از طرف دیگه به نظر میرسه برای به خصوص قشر سینمادار چاره ای نمونده، به خاطر اینکه ریزش مخاطب باعث ورشکستگی این سالن‌های موجود میشه که در چند سال اخیر هم تعدادشون زیاد شده و اینها مجبور میشن با فشار آوردن به دولت هر سال مجوز این افزایش قیمت بلیت رو بگیرن برای اینکه ورشکسته نشن. خلاصه میخوام بگم که سینما ایران اسیر یک بنبستی شده در حوزه اکران و گیشه و از هر طرف که برن در واقع این مشکلات درست نمیشه. یعنی افزایش قیمت بلیت ظاهرا باعث میشه عدد فروش فیلم ها بالا بره، درآمد سالن های سینما بالا بره، ولی از اون طرف روی تعداد مخاطب تاثیر میذاره که ما الان وضعیت رو در همین اکران نوروز میبینیم دیگه. به جز یک فیلم کمدی، تعداد مخاطب 3 فیلم جدید اکران شده دیگه واقعا فاجعه باره. من فکر میکنم تاثیر مستقیم گذاشته این افزایش قیمت بلیت در همین مقطع و در سال 1402 در واقع این روند ادامه پیدا میکنه. فیلم های سینمایی که امسال در ایران تولید شده و در برنامه اکران نوروزی قرار گرفتن و فیلم هایی هم در لیست قرار نگرفتن، اساسا چقدر قابلیت اکران داشتن؟ ببینید، قبل از جشنواره تحت تاثیر اعتراض ها و بحث تحریم، یکی از مقامات سازمان سینمایی گفتش که اولویت اکران سال آینده با فیلم هایی که در جشنواره فجر اکران شده. ولی شما ببینید در اکران نوروز، حالا فارغ از اینکه اساسا تعداد فیلم های اکران شده نسبت به سالهای قبل نصف شده، یعنی از 7 و 8 فیلم به 4 فیلم رسید، فقط یک فیلم جدید از همین محصولات ارائه شده در دوره اخیر جشنواره فجر، یعنی فیلم غریب اکران شده. این یعنی حتی سازندگان فیلم های سفارشی و ارگانی هم علاقه ندارن که فیلمشون رو به اصطلاح بسوزونن. و از اون طرف همون معدود فیلم هایی که در بخش خصوصی هم تولید شد و در جشنواره فجر به نمایش در اومد، هیچ کدوم متقاضی نشدن. به همین دلیل که ما یک ترکیب عجیبی رو شاهد هستیم، از یک فیلم ارگانی مال سازمان اوج به اضافه 3 فیلمی که اصلا قبل از این تحولات ساخته شده بودن و فرصت دیگه‌ای براشون به وجود نمی اومد. این در واقع این رو یادآوری میکنه، این اتفاق اون نکته رو یادآوری میکنه که در جریان جشنواره فجر حتی کسانی که شرکت کرده بودن در دوره 41 میگفتن این فیلم هایی که تولید شدن اساسا قابلیت برقراری ارتباط با مخاطب رو ندارن. و یک نکته دیگه‌ای رو هم در نظر بگیریم، تعداد از این فیلم های ارگانی که توسط نهادهای مختلف حکومتی ساخته شدن اصلا بدون اکران قرار از تلویزیون در ایام نوروز پخش بشن و این نشون میده اساسا این فیلم ها برای اکران ساخته نشده بودن، فقط اومده بودن ویترین جشنواره رو پر کنن، یک بودجه هم خرج بشه و تموم بشه بره پی کارش. و این بلاییه که سر سینما ایران اومده و با توجه به اینکه سال 1401 بخش خصوصی مشارکت چندانی نداشت و فیلم های جذابی ساخته نشده، من فکر میکنم کل اکران 1402 تحت تأثیر همین تولیدات کاملا دچار رکود و بیرونقی مضاعف میشه.
آقای مصلح، حکومت در ماهای اخیر بسیاری از هنرمندان حامی خیزش رو ممنوع کار و ممنوع معامله کرد. هنرمندان بی تفاوت به خیزش مردم هم به سر کارشون برگشتن. الان برخی معتقدن این رخداد هم باعث کاهش استقبال مردم از سینماها شده. در این شرایط چشم‌انداز شما از وضعیت سینمای ایران در آینده چه هستش؟ من فکر میکنم با توجه به این نکته‌ای که شما گفتین و نکات قبلی که عرض کردم، سینمای ایران داره همون مسیری رو میره، یعنی الان آشکار شده دیگه، همون قسمت‌های پایانی همون مسیری رو میره که تلویزیون و سینمای جمهوری اسلامی رفت. به هر حال تلویزیون به عنوان یک نهاد انحصاری و یک رسانه انحصاری تا یک جایی مخاطب داشت، به خصوص آثار سرگرم کننده‌اش، سریال‌های نمایشی یا برنامه‌های ترکیبی که می‌ساخت. ولی از یک جایی به دلیل همون دور افتادن از مطالبات اجتماعی و نیازهای حتی طبیعی، نه لزوماً سیاسی و اجتماعی مردم، کاملاً خالی شد از استعدادها. اینها همه کوچ کردن به شبکه نمایش خانگی. درباره سینما هم همون اتفاق افتاده. یعنی در واقع وقتی انحصاری میشه، حکومتی میشه، خود به خود از مردم دور می‌افته. این کاریه که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت اقتدارگرا انجامش میده و به همین دلیله که الان سرنوشت سینما شبیه تلویزیون شده. و من فکر میکنم در صورت اینکه حکومت بخواد همین مسیر رو ادامه بده، شبکه نمایش خانگی هم به زودی دچار این مسئله میشه. همین الان اون چیزی که ما در سریال ها میبینیم نسبتی با اتفاقات جامعه و تصویر جامعه نداره. به همین دلیل من فکر میکنم سینما در 1402 کاملا این میرسه به مرز ورشکستگی که فقط با بودجه های ارگانی میتونه ادامه حیات بده و از طرف دیگه زنگ خطر رو حتی برای در واقع رکود شبکه نمایش خانگی به صدا در میاره، تا وقتی که تکلیف کلی نسبت مردم با حکومت جمهوری اسلامی مشخص نشه این وضعیت به نظر من ادامه پیدا میکنه. سپاسگزارم از شما علی مصلح، منتقد سینما و روزنامه نگار. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.